سلام دوستان، امروز یک مقاله ای رو میخوندم و دوست داشتم اطلاعات این مقاله رو با شما هم به اشتراک بذارم. و اما در ویدیو قبلی ما پرداختیم به بررسی کهکشان راه شیری، اما امروز قصد داریم بپردازیم به بررسی خورشید در منظومه شمسی. و اما دوستان، قبل از این که متن مقاله رو شروع کنیم، ازتون درخواست دارم که اگر امکانش وجود داره چنل رو سابسکرایب کنید، چرا که به رشد چنل خیلی کمک میکنه. و اما بپردازیم به متن اصلی خود مقاله. و اما مقاله در ابتدا به این نکته اشاره میکنه که خورشید در واقع یک ستاره هست در منظومه شمسی، درست مانند هزاران ستاره که ما میتونیم اونها رو در آسمان شب مشاهده کنیم. اما تفاوتی که وجود داره این هست که خورشید ما بسیار بسیار به ما نزدیک هست. در واقع خورشید ما یک ستاره کاملا معمولی هست، نه اونقدر بزرگ هست، نه اونقدر کوچک، نه جوان هست، نه پیر، فقط یک ستاره کاملا معمولی. با این حال از اونجایی که خورشید خیلی به ما نزدیک هست، یک منبع بسیار خوبی هست واسه مطالعه فرایندهای فیزیکی، ساختار ستاره ها و روند تکامل اونها. پس یک جورای خورشید منظومه شمسی ما تا به امروز درس‌های خیلی زیادی رو در مورد ستاره‌ها به دانشمندها آموخته. و اما اگر بخوایم در مورد عناصر سازنده خورشید صحبت کنیم، باید بگیم که در واقع خورشید همون عناصر سازنده‌ای رو داره که ما میتونیم اونها رو عیناً بر روی زمین هم مشاهده کنیم. اما تفاوتی که وجود داره نسبت‌هایی هست که ما بر روی زمین و خورشید اونها رو پیدا کردیم. به عنوان مثال خورشید حاوی 92% هیدروژن، 8% هیلیوم و تنها اندکی از عناصر رایج دیگری که ما اونها رو بر روی زمین مشاهده می‌کنیم. و اما اگر بخوایم در مورد ساختار خورشید صحبت کنیم، باید بگیم که ما در واقع بخش‌های از خورشید رو می‌تونیم مشاهده و اندازه‌گیری کنیم که بخشی از جو خورشید رو تشکیل میدن. خب این بخش‌ها شامل فوتوسفر، کروموسفر و کرونا میشن. ما در ادامه مقاله میخوایم به صورت مختصر در مورد هر کدوم از این بخش‌ها بیایم یک اطلاعات خیلی مختصری رو ارائه کنیم. و اما اولین بخشی که ما در ادامه میخوایم بهش بپردازیم فوتوسفر هست. خب از اونجایی که خورشید در واقع از گازهای داغ تشکیل شده، ما واقعا نمیتونیم یک سطح مشخص رو واسه اون در نظر بگیریم، چرا که با حرکت از فضا به سمت هسته خورشید در واقع گازها متراکم و متراکم تر میشن. در واقع فوتوسفر عمقی از خورشید رو داره به نمایش میذاره که اگر ما بیشتر از اون به سمت هسته خورشید حرکت کنیم دیگه چیزی رو نمیتونیم ببینیم. خب در ادامه مقاله واسه این که این نکته یک جورای واضح تر بشه واسه ما، میاد این مثال رو بیان میکنه که شما فرض بگیرید که یک نفر وارد یک فضای مهالود میشه. هرچقدر که این فرد به سمت عمق این فضای مهالود بیشتر حرکت کنه، یک جورای وضوح دید ما بیشتر از بین میره. این دقیقا همون چیزی هست که ما در مورد فوتوسفر هم داریم بیان میکنیم. در واقع فوتوسفر یکی از لایه‌های انتهایی هست که ما میتونیم اون رو از سطح خورشید مشاهده کنیم. در واقع اتمسفر خورشید تنها در عرض چند صد کیلومتر از شفاف به سمت ما تغییر میکنه. پس یک جورایی ما میتونیم بگیم که لایه فوتوسفر حدود 500 کیلومتر تنها ضخامت داره. وقتی ما عموما در مورد اندازه خورشید داریم صحبت میکنیم، معمولا منظور ما ناحیه‌ای هست که توسط فوتوسفر یک جورایی احاطه شده. و اما بیشتر تابش‌هایی که از خورشید خارج میشه یک جورایی از همین لایه فوتوسفر داره خارج میشه و ما اون رو به عنوان نور خورشید بر روی زمین هم میتونیم مشاهده کنیم. علاوه بر این فوتوسفر جایی هست که لکه‌های خورشیدی بر روی اون تشکیل میشه. در واقع لکه‌های خورشیدی لکه‌های موقتی هستند که بر روی خورشید ظاهر میشن. اونها عموماً تیره‌تر از مناطق اطرافشون هستند و یک جورایی از فعالیت‌های مغناطیسی شدید نشأت میگیرن. و اما لکه‌های خورشیدی در واقع مناطقی از سطح خورشید هستند که دمای اونها حدود 1500 کلوین کمتر از فوتوسفر هست. و همین هم باعث میشه که یک جورای تاریکتر به نظر برسن. یک لکه خورشیدی میتونه عمری بین چند ساعت تا چند ماه رو داشته باشه و وسعت اونها هم یک جورای متفاوت هست. تنها تعداد کمی از اونها میتونن به قطر حدود 50,000 کیلومتر برسن. و اما در سال 1851 یک ستاره شناس آماتور آلمانی مقاله ای رو منتشر میکنه که
در اون مشاهدات خودش رو یک جورایی داشته بیان میکرده. این ستاره شناس تعداد لکه‌های خورشیدی رو یک جورایی مرتبط میدونسته با یک دوره حدوداً 10 ساله. و اما با گذشت حدود 140 سال از اون مقاله ستاره شناسا وجود یک چرخه قابل مشاهده رو در خورشید تایید کردند. به طوری که تعداد لکه‌های خورشیدی در هر 11 سال به اوج خودشون میرسه. و اما در این بازه ها ما میتونیم گاهی اوقات حدود 100 لکه خورشیدی رو بر روی سطح خورشید مشاهده کنیم. اما در اینجا باید به این نکته هم اشاره کنیم که گاهی اوقات هیچ لکه خورشیدی بر روی خورشید قابل مشاهده نیست. به یک جورای در بین این چرخ ها میتونه همچین اتفاقی هم رخ بده. یک جورای این چرخ ها ارتباط نزدیکی داره با میدان مغناطیسی خورشید. در واقع این میدان مغناطیسی متغیر خورشید هست که بر بسیاری از جنبه های فعالیت خورشید یک جورای حاکم هست. و به صورت کلی ما در مورد فوتوسفر میتونیم بگیم که فوتوسفر به صورت کلی فشاری در حدود چند صدم فشار سطح دریا بر روی زمین داره، چگالی حدود 10,000 چگالی جوی سطح دریا بر روی زمین رو داره و از طرف دیگه دمایی در محدوده 4500 کلوین تا 6000 کلوین رو داره. و اما دومین لایه از جو خورشید لایه کروموسفر هست. کروموسفر در واقع دومین لایه از اتمسفر خورشید هست و حدود 2000 کیلومتر هم یک جورای ضخامت داره. چگالی گازها در کروموسفر با دور شدن از فوتوسفر به سرعت کاهش پیدا میکنه. کروموسفر اساساً در برابر بیشتر تشعشعات قابل مشاهده و شفاف هست، به طوری که نوری که از لایه فوتوسفر یک جورای ساطع میشه به راحتی از لایه کروموسفر قابل عبور هستند. در واقع نورهای مرئی که از لایه کروموسفر یک جورای ساطع میشه اونقدر ضعیف هستند که در پس زمینه فوتوسفر قابل مشاهده نیستند. و اما در طی یک خورشید گرفتگی کامل زمانی که ماه لایه فوتوسفر رو به صورت کامل میپوشونه ما میتونیم کروموسفر رو به شکل یک لبه های قرمز رنگ در اطراف خورشید مشاهده کنیم. و اما آخرین لایه از اتمسفر خورشید در واقع کرونا نامگذاری شده. کرونا در واقع تاجهای بیرونی جو خورشید هستند که تا میلیون ها مایل در فضا گسترش پیدا کردند. و اما این لایه هم متاسفانه به دلیل روشنایی بیش از حد فوتوسفر یک جورای مثل کروموسفر قابل مشاهده نیست و ما فقط اونها رو در زمان که خورشید گرفتگی کامل اتفاق میفته میتونیم یک جورای مشاهده کنیم. و اما ویژگی های بعدی لایه کرونا همین هست که چگالی اون بسیار پایین هست، از طرف دیگه دمای اون بسیار داغ هست. دمای لایه کرونا گاهی اوقات به میلیون ها کلوین میرسه و عمدتاً تابش هایی که از این لایه ساطع میشه در طول موج های فرابنفش و اشعه ایکس یک جورای قابل مشاهده هستند. و اما در انتها باید به این نکته هم اشاره کنیم که دمای بسیار بالای لایه کرونا یک جورای در بین دانشمندها به خوبی درک نشده و یک جورای به نظر میرسه که این دمای بسیار بالا نشأت گرفته از میدان مغناطیسی خود خورشید هست. خب دوستان، این مقاله بود که من امروز انتخاب کرده بودم واسه مطالعه. و اما در انتها باز ازتون درخواست دارم که اگر امکانش وجود داره چنل رو سابسکرایب کنید، چرا که به رشد چنل خیلی کمک میکنه. و اما خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید.